سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی الپی هستم، خوش اومدید به پارت هفتم بازی استریمر لایف سیمولیتور. بالاخره بعد از کلی گیم پلی که ازش گذاشتیم، با سیستمی که عوض کردم، از این به بعد با کیفیت اولترا بازی رو میریم جلو و کلی حال میکنیم. بچه ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم، شما اولین نفری باشید که ازش باخبر میشه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم زیر همین پست تو دیسکریپشن براتون نوشتم. هم یه سری از ویدیوها رو نمیتونم تو یوتیوب منتشر کنم، میتونید اونا رو دنبال کنید و از اونجا تماشا کنید. یه چیزی هم بگم به بچه‌هایی که تازه وارد کانال شدن، بچه اگه دوست داشتید که کانال رو سابسکرایب کنید، حتما اول یه دونه کامنت بذارید بعد کانال رو سابسکرایب کنید، چون که یوتیوب شما رو به رسمیت میشناسه و دیگه سابتون رو نمیپرونه. بریم ببینیم چه اتفاقایی میفته تو پارت هفتم. خب از اونجایی که قبلا روی سیستم دیگه داشتم بازی رو انجام میدادم، روی این سیستمم نبود، کلا مجبور شدم دوباره گیم رو از اول بازی کنم. به خاطر همین یه چیزای تغییر کرده، مثلا اتاق رو یه جور دیگه چیدم، یخچال آوردم توی اتاق که چرا تکون خورد یخچال آوردم توی اتاق که دیگه راحت باشه، یه چیز نیست میخوایم از توش برداریم. 8 تا ماینر خریدم گذاشتم اینجا که حالا تو این پارت احتمالاً یکی دوتا دیگه میریم میخریم. اگه پولمون برسه خونه رو هم عوض میکنیم. دستشویی هم یه تغییراتی توش دادم، وانو گذاشتم اون گوشه که خیلی جا نگیره، یه ماشین لباسشویی گذاشتم و توالت فرنگی هم گذاشتم دم پنجره، قشنگ باصفا دیگه. بیرونم که فعلا خبر خاصی نیست، ولی با کیفیت اولترا داریم همه جا رو میبینیم. این واقعا خیلی بیشتر حال میده، اصلا رانندگی با این ماشین هم یه لذت خاصی داره. با این کیفیت، با اون سیستم قبلی که بازی میکردم اصلا حال نمیداد و اگه دقت کرده باشین تو هیچ کدوم از گیم پلی ها نبود رانندگی با ماشینش. حالا برای شروع فعلا من کارای اینو بکنم، یه ذره یه دوش بگیرم، یکم سر حال بشه که کلی کار داریم، یه دستشویی هم بره، هی وسط استریم نگه میخوام برم دستشویی و فلان و اینا، یه ذره غذا هم بزنیم که فول انرژی دیگه بریم بشینیم سراغ کارمون. یه دونه تون ماهی بهش میدم، چند تا بیسکویت فکر کنم با سه تا، یه دونه نوشابه هم اگه بهش بدم فکر کنم با سه تا اوکی بشه کارش دیگه. این فکر کنم تون ماهی، خیلی شبیه تون ماهی، نمیدونم حالا چیه دقیقا. خب اینجا 100% شد، ولی متاسفانه دوباره شاشش گرفت. یه دستشویی دیگه بریم، یه دوشم بگیرم که 100% بشینیم پای کار دیگه. هلسم نمیدونم چرا 51% شد، همه چی اوکی اوکی بود. دمای اتاقم تنظیم میکنیم روی 25 درجه و پی سی روشن، ولی بذار تا این میاد بیاد بالا من یه نگاه بندازم ببینم کدا همه درسته. همشون 67-62. کد استریم اینم یادم رفته، نمیدونم چی بود چون این عوض شد، اون قدیمی ها رو اینقدر بازی کرده بودیم دیگه حفظ شده بودم، ولی اینو یادم رفته. خب اول از همه بریم تو سایت بلندر ببینیم چه خبره اینجا، یه لاگین بشیم، من کد و اینا رو بردارم. اول 82-65 کد استریمونه، اینو مینیمایزش میکنم اون پایین، 82-65 اینجا استریمو استارت میکنم، اول که پول بیاد تو جیبم و یه ذره بیتریت هم میذارم روی 2200. چند تا بچه‌ای میگفتن چرا بیتریت تو بالاتر نمیبری، ولی به خاطر اینکه کیفیت وبکم و سیستمم و اینا تو بازی خوب نیست، خیلی بیتریت این بالاتر نمیره، یعنی همین 2200 فکر کنم آخرش یا نهایتا روی 3000 میتونه باشه دیگه. یه دونه ادورتایز هم اینجا آن میکنیم و یه بک بزنم ببینم تورنمنت هست، ای تورنمنت باشه بریم یه تورنمنت با کیفیت بازی کنیم. تورنمنتاش هم خیلی خفنه، پلی دادن گیم هم خیلی راحت تر شده با این سیستم. فعلا متاسفانه چون ما رنکمون صفره نمیتونیم بازی کنیم تورنمنت ها رو، ولی یه دونه استریم همینجوری الکی میذارم، یه دست کانتر رو بازی کنیم ببینیم چی میشه، بهتون نشون بدم چقدر فرق داستانه. ایتس تایم تو جوک، من ملیجکم بشینم برای تو جوک تعریف کنم. پوفیوز اومدی استریم تماشا کنی، استریم شوتینگ بازی خفن جوک بگم واسه جوک میخوای برو کانال حسن ریوندی رو دنبال کن داداش، اشتباه اومدی. حیف شد الان تورنمنت نیومد، نتونستیم بازی کنیم. تورنمنتاش خیلی حال میده، خیلی هم سخته. به به ببین چقدر روون شده بازی، عالیه عالی. بریم بزنیم بتره کنیمشون. بعد واقعا شوتینگش تاثیر داره، من فکر کردم الکیه ولی واقعی واقعی عین کانتره. واقعا من فکر کردم همینجوری الکی تیر میزنی این ور اونورم میخوره بهشون، یا اونا که الکی تیر میزنن من میمیرم، ولی اینجوری نیست، قشنگ خودشونو باید بزنی. بابا باری کلا، ببین یه دونه از تیرای اون به من نخورد ولی با 5 تا تیر کشتمش. بچه‌ها بیاید بیاید اینجا تمیزه، بریم بی بیان بیان. اوه 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 بمیر آشغال، بمیر دیگه بابا. اوه اوه نزن نزنیو، باریکلا این دوتاشون. یکی دیگه هم دم اون دره بود ولی من تنهایی میمیرم الان، بیاین کمک کمک لعنتی. اوه 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 خیلی سخت شد دیگه، الان فکر کنم منو بکشین. اوه
آره دیگه معلومه که میکشه با 45 تا هلسه بدون شیلد میمیری دیگه. این همه رو داره میزنه من میشه بزنیش دیگه. این یه نفر چرتامونو زد مگه میشه همچین چیزی آخه؟ مسخره بازی چیه؟ الان دیگه خیلی پرروتر میام تو مپ دیگه نمیتونید به این راحتی جلوی منو بگیرید. دهنتون سرویسه. میخوام برم بی این دفعه برم از پشت بهشون اتک بزنم حالشونو بگیرم. نگاه که هنو یه دست کانتر بازی نکرده این هلسک نمون شد. بابا باریکلا ماشالله ماشالله عالی. اوه 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 تیرم بهش نخورد ولی الان میزنم دهنشو سرویس میکنم. اوجا رفت آشغال. همونطوری که اون یه نفر چارتای ما رو زد من یه نفرم ستای اونا رو زدم. ایزی ایزی. من گفتم تو این بازی لگ نداشته باشم تمومه. من با کسی شوخی ندارم میزنم دهنشونو سرویس میکنم. آها ایزی ایزی پیزی. خب این بالا چی؟ این بالا هم یکی هست. اینم از این. خیلی آسون خیلی آسون. یعنی کانترش ایزی ترین گیمیه که هست تو این بازی. ایزی ایزی. خب اینم که رفیقمونه و قطعا اون دوتای دیگه هم تو بیان دیگه. نمیدونم حالا یکی مونده دوتا مونده چند تا مونده. اوه بابا ماشالله من کانتر باز بودم و بچگی چی فکر کردی پیش خوده عمتونو شخص میکشم شخص. الان تازه میتونم بازی شوتینگو بهتون نشون بدم که یعنی چی بیداری. چی جوری میزنی یه اسکوادو چی جوری میشه زد یه اسکوادو یه نفر تنهایی چی جوری میتونه بزنه بهتره کنه خودش. یعنی بقیه هیچ غلطی دیگه نکردن همه شونو خودم زدم. ایزی چیو دیدی؟ وو اوه تیرم تموم شد تیرم تموم شد تیرم تموم شد. نزن نزن نزنیو یکی بیاد کمک دیگه بابا عجب عاشقه. ایول بابا دمتون گرم ماشاءالله چه شوتینگی داشت این رفیقمون. یکی دیگه هم لای در دیدم فکر کنم یارمونه مثل این که ایان. من میرم از این ور میام که بهتره کنیمشون دیگه قطعی ماشاءالله. اوه کی زد؟ اوه 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 نزنی منو منو نزنی که اساس شده دیگه. کجا رفت؟ در رفت یارو. تو برو جلو من پشتت میام کاورت میکنم حواسم بهت هست. تو جلو برو من حتم کمه میمیرم یه تیر بخورم ولی فکر کنم این لار ماشاءالله با 18 تا جون کارو تموم میکنه این بازیکن حرفه‌ای. خب رنکم هم داره به 1 نزدیک میشه دیگه میتونیم بریم تورنمنت و اینا هم بزنیم راحت بعدن. خب من کارمارای این بنده خدا رو بکنم فعلا دوباره حالش بد شد. یه دستشویی ساده یه دوشی استراحت و ادامه استریم. آن راستی اصلا بیت کوینامو نگرفتم آنشونم نکردم فکر کنم چقدر بد. من بعد این کارا رو بکنم یه چرت بزنیم پاشیم بهتون میگم داستان چیه. خب یه صبح با کیفیت دیگه شروع کردیم. دیگه از این بازی بدم نمیاد و چیزی رو مخم نیست خوشبختانه فعلا. از شویی که نداریم دوشو میتونیم بگیریم 100% کنیم یه غذای ریزم بزنم که پر انرژی دوباره بریم تو استریم دیگه چیزی کم نیاریم. یه چیزی که دیگه داره میره رو مخم خیلی زود خسته میشه همش دیگه. چرا نوشابه به اون خفنی برای چی حالتو بد کرد؟ بابا سوسولی یا تو هم با نوشابه هم مگه آدم مریض میشه آخه؟ تهش گازش پریده دیگه چه مرگت شد. تا غذا هم میخوره شاشش میگیره یعنی 2 دقیقه هم وای نمیسته. یه ذره چیز میزم بعد برم بخرم که غذا دیگه داره تموم میشه. نمیدونم چرا اینقدر استریم از این انرژی میگیره. بابا نچسی داری با کامپیوتر کار میکنی دیگه چقدر سخته مگه این کار. برم یه سر من این ماینرها رو ببینم داستانشون چی بود. اینا رو روشن نکردم متاسفانه درست حسابی هنوز ماین نکرده ولی برم چیزایی که داریم و بفروشیم ببینیم چقدر جمع کردیم. 8 البته خیلی زیاد نیست ولی خیلی بیشترش میتونم بکنم. حالا یه 2-3 تا دیگه میتونم بگیرم فکر کنم. خب 153 تا. ببین الان 105 دلار توی کارتم دارم اینا رو که بفروشم میشه 1275 تا. خدا رو شکر راضیم به رضای خدا طمع نمیکنم همینقدر مناسبه. یه کار دیگه هم بکنم یه سر به بانکم بزنم ببینم کلن چقدر پول داریم. اگه داریم بریم 2 تا ماینر دیگه بخریم بیایم بشه 10 تا حداقل. آره فکر کنم پولم برسه. توتال مانی این کارد الان 1275 تاست. اونا دونه 750 تا 3700 تا فکر کنم 1400-500 تا باید بگیرم. یه ذره پولم میذارم توی کیف پولم بمونه. فکر کنم ماشینم بنزین نداره باید بنزین بزنم و توی کیف پولم باید بهش پول بدم و استریمو باز میذاریم بریم 2 تا ماینر دیگه بخریم بیایم سریع ببینم ماشینه بنزین داره یا نه. خدا کنه بنزینو داشته باشه که وقتمون تلف نشه علکی. استارتو بزن ببینم پسر جون. فکر کنم بتونیم بریم ولی حالا قبل اینکه بریم من ماشینو پر میکنم بریم که او بنزین اونجا کم نیاریم. ببین کیفیت چقدر خفن شده موهای دست یارو هم معلومه اینجا. یعنی عالی. پمپ بنزینه هم فکر کنم این بغل بود. اگه اشتباه نکنم پمپ بنزین اینجاست. اینجا بنزین بزنیم که میخوام بیابونی برم واسه تو.
آیسا بیا پایین ببینم. آقا چند لیتری بنزین حالا؟ میگه سردمه. تو ماشینم میگه سردمه. من چیکار کنم آخه تو ماشین؟ بخاری داره این قارقارکت بزنم وسط. برش کن ببینم. اینم بنزین ماشین. یه علامتم بزنم این هکر رو که یه راست بریم پیشش خریدامون رو بکنیم برگردیم دیگه. دارم میام یه خرید مشتی ازت بکنم و این دفعه باید تخفیف بدی دیگه. واقعا کیفیت که میره بالا، رانندگی حتی با این قارقارک هم حال میده دیگه. یو ابوالفضل ماشین چپ مپ نشه فقط این وسط. جون مادرت صاف شد. ای بابا این دیگه چه داستانی حالا. زنگ بزنیم جرثقیل بیاد دیگه. الان درستش کردی؟ چرا کج شد ماشین؟ اشکال نداره حالا، خیلی مهم نیست. این ماشینه رو میخوام بدم بره دیگه، ایشالله یه ذره پول مول بیشتر گیر بیارم اینو میفروشم. آخ از این لارد شدن خیلی سخته. به پیچ از این لارد شدن باز یکم راحت تره. ماشینو پارک میکنم جلوی همین خیابونی که هکر توشه، برم یه ذره پول نقد بگیرم بیام که بتونیم ازش خرید کنیم. اینا سیاه کار میکنن مثل اینکه کارت قبول نمیکنه دیگه. به به هلو رفیق چطوری داداش؟ دوتا آینه بده ببینم. اصلا درد نکنه، کیفیت ماینرات خیلی خوبه انصافا. بازم میام پیشه. کاش یه راه میونبر آسفالت داشت، من راحت میرفتم. هی الله این درخت مرخته و تو جنگل و کوه و سد و دریا و اینا رد نمیشدم. لیز میخوره ماشینه رو چمن. مشکل اینجاست. یا ابوالفضل دوباره چپ کرد. دوباره چپ کرد ولی خدا رو شکر خودش صاف میشه این دفعه. نیازی نیست زنگ بزنیم کسی بیاد کمکمون. فکر کنم پولم دیگه نداشتم، باید پیاده میرفتم 1 کیلومتر. خب رسیدیم خونه. دو تا ماینر دیگه هم الان وصل کنیم و خب همینجا خوبه. خوبه ماشینه چیزیش نمیشه حالا، خراب مراب نمیشه، بعید بود از این. خب ماینر ها کو؟ تا ماینرم به کار اینجا که پول پارو کنیم دیگه. پول ماینرها رو خودشون ایزی در میارن، اصلا نیازی نیست زحمت بکشی، خودش کارو انجام میده. اینم روشنش کنیم. چه برقی داره مصرف میشه الان، فقط افتضاح. یه دونه پاور سیورم باید بگیرم، فکر کنم به برقه کمک میکرد. 10 تا ماینر الان اینجاست. اه کی اومده خونه رو به هم ریخته دوباره؟ ای بابا این دیگه چه وضعیه؟ کسی اومده تو خونه؟ شاید دزمزد اومده. یه غذای ریز دیگه هم بزنیم، چند تا چیز میزنم باید بخرم هم دوباره. غذا هم دیگه تموم شد. اینم بذار اینجا، فکر کنم بست باشه دیگه. پدر ما رو در آوردی انقدر خوردی، یکم رژیم بگیر داری چاق میشی. من لباس مباسم اون پایین رو اگه نگاه کنیم واسه این خریدم، ولی نمیدونم چرا تو استریما هیچی عوض نشده. یه دونه دیگه هم باید بخورم. اوه اوه یه بیمارستان رو فکر کنم افتادیم دیگه. اه 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 مرد دیگه. صفر شد. چرا نمرد پس؟ با هلس صفر هنوز داره زندگی میکنه. خیلی جالبه واسم. آدمی مثل این قطعا نباید اینجوری دووم میآورد. خیلی عجیبه که زنده است هنوز. اینجا رو نگاه بکنم ببینم وصل شده این دوتا ماینر جدیده یا نه. آره اوکی اوکی. 11 تا 10 تا ماینر، یه دونه هم خود سیستم. ببینیم چقدر ماین کردیم حالا. پول مولم که یه چیزایی داریم، ولی باید یه ذره پول بریزم توی کارتم من، چون باید خرید پرید کنم حالا. یه ذره غذا مزه بگیریم که این از گرسنگی نمیره دوباره. البته الان که میمیره. یه بیمارستانو که افتادیم، پولم ندارم دیگه، نمیدونم چیکار کنم. آها دونیتا رو راستی نگرفتم اصلا من. فعلا همین 9 تا فکر کنم کافی باشه. 70 دلار اونجا هم مثل اینکه تورم غذا مزه گرون شده خیلی. غذا رو که گرفتم یه سرم بریم توی بلندر ببینیم چقدر دونیت شدیم. کد یادم رفت دوباره، کد باید بردارم. آقا لاگین هستم دیگه من. 8265 اینو یادتون باشه. همه تو کامنت ها بنویسید 8265. اینجا ببینم چقدر دونیت شدیم. 276 تا. دمتون گرم، خوب بوده انصافا. غذا هم زودتر از دم در بردارم تا خراب نشن. دونه دونه دوباره غذا رو باید برداریم ببریم بذاریم توی یخچال. کاش میشد کیفرم آپگرید کرد، اینم یه ذره سرعتش بره بالاتر. اینو که بخور، دوباره داره گشنت میشه. اینا رو هم بذار توی یخچال که خراب نشن. اسکل تو خودت شعورت نمیرسه باید چیکار کنی، من همه چی رو باید بهت بگم. خب فیکس یخچال پر شد دقیق دقیق. خب امروزو میخوام اگه بشه با تورنمنت شروع کنم. اگه تورنمنت رنگ 0 باشه عالی میشه، خیلی حال میده تورنمنتش. واقعا تورنمنتش حال میده، یعنی یکی از جذاب ترین قسمت های این بازی اون تورنمنت است. خیلی دوست دارم بهتون نشون بدم اونم. یه نگاه بندازیم ببینیم چه خبره. یه رنگ 0 به من بده ایول.
حالا میشه یه کارایی کرد، ولی فکر کنم پول ندارم جوین بشم. یه 283 تاییه که جایزش 511 تایه، یه دونه 583 تاییه که جایزش 880 تایه. من ببینم میتونم جوین بشم. فکر میکنم که پولم نمیرسه این یکی چی؟ و اون یکی هم پولم نمیرسید. ایشالا تو پارت بعدی میریم تورنمنت بزنیم. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که پارت هفتمش هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که بازم این بازی رو ادامه بدم و ازش گیم پلی بذارم واسهتون، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما باخبر بشید. اگه کامنت باحالی زیر پست قبلی گذاشته باشید حتما آخر ویدیو نشون میدم. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.